به نام خدا و با عرض سلام و ادب خدمت شما بیننده های محترم تلویزیون طلوع، با برنامه زنگ خطر و غوغوکنی پاکستانی های بی خطر خوش آمدین. ما چی گفتم؟ صحیح. خدا کنه که هفته خوش رو سپری کرده باشین. خوشی و سعادت شما آرزوی ما هست دوستای عزیز. خب حالی از در استودیوی دیگه از همکارای عزیز خود خواهش میکنیم که وخبار و چگونگی آب و خاک خدمت شما دوستا تقدیم بکنه. این شما و ای هم اندیوالای بیخار، بیزلل، بیخطر. نه بیشی با کار خود میکنه. سلام. Welcome to the بوسین وخبری نیوز این داری ان آب و خاک العربیه. در بخش رویدادهای مهم آب و خاک هفته همکارم را در استودیو لوکس با خود چاندیم. و ما مثل با گزارشات جدید تل و پر خدمت تل در خدمت شما تل قرار تل داریه. پیش از اینکه وضعیت و چگونگی آب و خاک خدمت شما ترقص و خاکباد و درنبست بدرنگانه، توجه کنید به شیره و شربت چند خبر وخکی. خرابی ماشین گراف قلب در شفاخانه ابن سینا و مشکلات مریض و مریضداران در اون منطقه. مشکلات مردم و اهالی قلاچه و کلاشمتخان، این مردم های اون منطقه از نبود یک مکتب در منطقه شان، با وجود از اینکه یک منطقه را برشان ریزرو کرده بود که برای شما مکتب می سازیم می کنیم، قراری که عریضایی که پیش ما آمده میگه وزارت زراعت کردشان اما هنگی نکده یا زمین خود پس گرفته. از این آیا بسیار به تکلیف هستن، اولادایشون بسیار به دور به مکتب میرن یا بسیاریش از تحصیل و تعلیم میمانن. اخطار دادن افراد یک قماندان که به جرم قتل بندیس و قماندان افراد شال افراد از خانواده را یک منطقه را میگه شوانه میان اخطار میتن مسلمن که یا ابرابتن یا دیگایتون هم میکشم. و حال از همکارم خواهش میکنم که وضعیت تو چگونگی آب خاک خدمت شما بترقانه. اجازه شما ایتل هستیه؟ چطور ایتل نیستیه؟ همه ایتل رفتیه. بوریه. چطور دیر کردی؟ این دفعه هر وقت یک قدر نمی کرد دیر بیشنید یه چی میشه. سلام، چطور دل بودیه؟ بسیار بسیار خوبش، بسیار شکریه شکریه. امی زحمت های تل بودی، مای تل فامیلیه. اگر راست پرسان که بسیار خوبش، از نظر ما بسیار خوبش گزارشات بگیدیه. آه خوب، ای خو زحمت تل هسته، امیره اگه مثل نفر ها ما مالیات تل گرفتیه. خب، بازم از یک شکریه. قابلش تل نیستیه. امیل آدرس برنامه ماست surnurchur.dot. مگه سفارت خانه های ممالک ازبکستان، تاجیکستان، چینا و ایران در اجرای ویزه های خود برای مردم میگه جزر مردم کشیدن فو میگه کمیشن کارایش از 1200 دلار تا 500 دلاره از هر کس میگیرن. یعنی کمیشن کاری سفارت خانه ها، در حالی که سفارت خانه های افغانستان که در دیگه ممالک هسته چی رقم سهولت ها را حتما کلش نه یک آندانش خود سهولت دارن، این رقم کمیشن کاری نیسته کشه داد. مگه یک نفر پاکستانی که قرار معلوماتی که ما کردیم مادرش یک یهودی انگلیسی تبار است فتوای جهاد در افغانستان صادر کردن فو. وا وا انگریز که بیتا سلاش. مگه در سایه نایه چار یک نفر با شروع کردن تاکوی بلند منزله که شروع کرده یا تاکوی شکنده ایره نفرها و سارنوالی معرفی کردن فو. رو برویش میگه این از چندین منزل تیر نزدیک از بامش در آسمان تکر شدن بود. او میگه هیچ کارش نیست،
کار خود دوامدار اجرا کرده رئیس. میگه وری چرا غرض نمیری؟ میگه ایره در تو غرض نیست یا نیکیم. پس بکس ما داستان جایزاده را سیدی که بسیار خوبیش از هر کس فاهمید. غیر از عسکرا را نمیگه مو شاید بفاهمه. غیر از عسکرا نظامی ها نمیگه. غیر نظامی هر کس که فاهمید جایزه داره. مگه بود نبود یک دو سه نفر بود. این دو سه نفر از بیکاری دیگه چی کنن و کنن؟ خو کار دلالی خو کارشان شاید بوده باشه از سابق. دیگه جای نمیافتن. پلای هوایی را خود دیدن که در چندین سای شهر کابل در چند سال است که جور شده از بسیاریش مردم‌ها یا پیاده‌روا استفاده میکنن که سرک تیر شون. در سای دیمزنگ در پیش باغوش این طرف یک پل است. در این پل است میگه دو نفر هر وقت مردم یگان دفعه کم عبور مرور مردم کم میبوده یک شی طرف پل یک شی طرف پل استاد میشده مردم نمیمونده که نرین لوحه را نصب میکنن چی امیر از سرک تیر شین. یک دفعه دو دفعه دیدی به آخر یک کسی از او سرش اشتباه شده گفته بی چرا این رقم میکنن اینجا کسی نیست. میرن سر میکنن بالا میشن سر پل نفر میبینن که دو نفر کی طرف هست از او پیسه بگی از ما پیسه بگی از نفر را پیسه میگرفته یک جفت بالا میکنه در سر پل که هیچ کس غیر از آسمان دیگه از یه جای معلوم نشه قرار رو نیجا کار زده میرفته تا بالاخره بالفعل گیر شده. وقتی گیر شده رفته که اینجا کوک لوحه سعی میکنه که نفر نیست. هر کس که فهمید دو نفر کی بود دیگه هم که شریک بود یا نبود کی گیرش کرده در 456 زنگ بزنه جایزه را از آن خود بکنه. خلاصی؟ نه مردم بگین در شعبه بگین در سر پول پول اوهی عزیز تل فهمیده تل میشه که افغانستان تل پیشرفت تل کردیم. خب افسوس با حال مایی که ما وقتای تل خبر تل نداشتی از دست به جایی در بدر تل شدیم. ما بگم چی رزیده که چیر بشیم موترم بریک 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 بشیم از این که با ما تل بود یه جوان تل سپاسیم بریه 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 من بگم خوبش که دیر پیاده بر بپردازیم به داشته های برنامه امروزی. خود دوستای عزیز شما خبر دارین که عمران خان پاکستانی صاحب سگباز صاحب نه او هم صاحب جهاد اعلان میکنه بر علیه کسات در افغانستان. امو هم صاحب اندیوالای هم گفته امو اندیوالای دو استودیو دیگه هم گفت. مگم گب در کجاست؟ گب در ایجاست که ما اوقدر چی بگم برای تو خوار زار هستم که یک آدمه که قرار معلومات که شده ننی از او یک یهودی انگلیس دبار است خود از او باش 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 فیلمش پرتم باش فیلم های لب بحر و کوته و دیگه و دیگه خودش در اونو رقم یک آلت زندگی داره نه کرک یار که تا از یا همگام صاحب قلوالا رو یاد نداری وزیر داخلت قلوالا و احد یاد نداره یک سوره را تو آمدی عمران خان تو که 24 سال کدی سگ خواستی تو یک سگباز هستی تو یک شرابیستی تو یک آدم مفسد هستی تو کسی هستی خود در وقتش یک ورزشکار بودی یک خدا بر داد نام پیدا کردی عمران خان کرکت باز پاکستانی صاحب یک نام کشیدی پاسانا صاحب باز حزب تاسیس کردی آلوی حزب برزی تاسیس کردی که تو به جهاد در مقابل مردم افغانستان اعلان بکنی. ول تازه پرسان که جهاد چی مونا تازه پرسانش که میگفتی یک نفر پرسان چی مونا چی هست چی مونا چی چی جهاد میگن چی جهاد او را بر صورتش خود تو تابال را همه قدر منطق نداری که تو کی هستی چی هستی اون پیشتر گفتن که تو از زاده از یهود هستی تو یک سکباز هستی 24 سال کدی به سک خو نمیشه او حال تو آمدی باز دو جهاد اعلان میکنی؟ من نمیفهمم که روحانیون پاکستان چرا در مقابل عزیز تو آرام گرفته خوده و به قول معروف که همون تو نشه که سگ زرد بیادر شغال است همون تو خونه باشه تو خونه باشه تو
تو برو کدی امریکایی ها به مشکل تا الفصل که تو چی حق داری؟ یه چیز نداره او خود از اون کلان شده تو بگه که مشکل تا اون مشکل نداره او فقط کل کار سریزی است که یک انتخابات که چی دارن به خاطر از اینکه چیزا که در این مناطق یک ذره بسیار حساس هستند در ارتباط این جهاد و مثلا بر ضد خارجی ها یک گپ مفت خود از زد که باز بگه او والا عمران هم خیلی رقم میشه عمران هم والا مسلمان است یه نیده یه چیز خب تصاویر داریم دوستای عزیز تصاویر ببینین که در قسمت از این آدم روحانیون ما هم چی که در علمای افغانستان هم در مقابل از این استاده شده گپای زدن و بعضی تصاویر خودش هم از جناور نشان میتیم براتون باز در خدمت شما هستیم عمران خان کسی است که تا 6 ماه قبل هم یکی از عناصر بسیار بسیار وابسته به غرب در پاکستان است و بود. حال که باز صدای آیسای در مبارزات سیاسیش بیرون میکنه 180 درجه تغییر موضع کرده. جنگ تبلیغاتی و روانی گستردهی که بر علیه افغانستان از طرف حلقات مختلف در کشورهای همسایه تحت عنوان دین، شریعت و جهاد متاسفانه صورت میگیره. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان باید دقت میکرد. به هر کسی که نامه نوشته کرده بود به هیچ وجه به آقای عمران خان نباید این نامه نوشته میشد. لذاست که این حیثیت افغانستان پایین آورد، لکدار کرد و لگدمال کرد. موضوع دیگه برنامه ما دوستای عزیز اتحادی جوانان افغانستان مورد ضرب و شرط تبلیغی های پاکستانی قرار گرفت. در کجا؟ از ایام عزیز به عمران خان. ایام عزیز به عمران. برای شما اگه بهتر معلوم باشه که در قسمت اتحادی جوان ها در چمن کلش مربوط اتحادی جوان ها میشه. خدا اونجا یک زمان خب یک مسجد برای از این تبلیغی ها دادن فکر میکنم یا خودشان آمدن اونجا گرفتن و بر علاوه از اون روز خو کسی در اونجا نیست نه که نماز خوان است نه دیگه است نه ما شو می شو یا بس از کجا پیدا میشن 200-300 نفر در اونجا و دولت هم ما شو که خبر داره نداره یا همگام سر گذاری تا لباس داده اینجا همگام سر دولت خبر داره من رفتم از نزدیک دیدم وضعیت اونجا در ابتدا امیر برای مرکز تبلیغی ها داده بودن این مرکز تبلیغی ها از پاکستان اینا هستن ایرا تایید هم کدن کلگی ادارات که اینا از پاکستانی هستن نه آلی پاکستانی آمده مورد خب سر او گپاش میایم امگام صاحب اینا بدون سرعت هستن در کشورهای اسلامی میرن برای تبلیغ ولی مطابق قانون اونمون کشور اسلامی رفتار میکنن اینا زورگویی را گرفتن ساعت زمین ورزشی از یارا گرفتن حتی تعمیر جدید انداختن امگام صاحب موترای کاستر استاد است نمیفهم کی تمویل میکنه کی پول میتیاره روزانه 200 نفر میتا میشه 200-300 نفر بارو پندکش در پشتش میرن در ولایت ها مربوط وزارت حج اوقاف نمیشن گفت از کنترل ما خارج است دیگه امنیت ملی تا هنوز کدام نمیفهم در ارتباط کار کرده یا نکرده پلیس هم مداخله نمیکنه اینه تو مشکل داره حتی میگن که اینجا افراد آشوبگر و جاسوس و ای تو افراد هم امکان عزیز که جابجا شده باشه قماندانش یک اما رهبر از یا یک قماندان سابقه است بس پاکستانی رسیده ای گپا پاکستانی ماکستانی ده بکشی نو برادر اینمی جاسوس هستن که تابال را مملکت ما را خراب کردن تو اینمی جاسوس هست که تابال را ما قرار نداریم از دست از یا موضوع اسلام اسلامیت نیست در اینجا ولی چرا همون تبلیغ چرا در مملکت خود نمیکنن خب برو اونجا بکن از اونجا من در اینجا برو عمران خان به تبلیغ کن که وایز مسلمان شو برو اون خلیفه کلتم که خودش فتوا صادر میکنه برو برو کد از از طبقه که عکسو گرفته خب دوستا تصاویر داریم تصاویر میبینیم باز در خدمت شما هستیم مشکل از 5 سال قبل آغاز شد و این مسجد هم برای ادای نماز کارمندان اتحادیه جوانان افغانستان ساخته شده بود و ملکیت اتحادیه جوانان افغانستان است دو طرف از هم کلاب‌های ورزشی ما بود
وزارت محترم حج اوقاف پیشنهادی را به ریاست جمهوری کردن که را ما ملای امام روان میکنیم و مردم از این به حساب ادای نماز استفاده کنند. بعد از این که ما مسجد واگذار کردیم مطابق به حکم رئیس جمهور به وزارت محترم حج اوقاف، تعداد که نمیتونستیم اول تشخیص بدیم که یا کی هستن، بعدا گفتن تبلیغی هستن. اول تعدادشان محدود بود، بعد 10 نفر 15 نفر بود، به مرور زمان تعداد از یا بیشتر شد و افراد مشکوک شب و روز می آمد و رفت آمد می کرد، تا اینکه اینا دوباره پیشنهاد کردند دو طرفی که کلاب های ورزشی اتحادیه جوان افغانستان بود، ایرا خواستار شدن که تخلیه شود و یا استفاده کنن به نام مدرسه. خب بنابر ضرورتی که ما داشتیم کلاب های ما و شاگردان که هر کلاب ما بالای 1000 شاگرد داشت نمیتونستیم تخلیه کنیم. از اون وقت جنجال ما شروع شد. بالاخره باز حکمی را از ریاست جمهوری گرفتن که کلاب ها را ما تخلیه کنیم. خب کلاب ها را هم تخلیه کردیم ولی اینا مدرسه هم نساختن. شما شاهد هستید که دو کلاب هایی که از ما گرفتن یکش دوکان جور کردن که کار بزنس تجارت میکنن اونجا و یک طرف دیگه هم ویلی که کلاب های ما بود اونجا سگا چوچه داده و به ویرانه ما بدل شده ولی از ما بنام مدرسه گرفتن. ضمناً روز تا روز تعداد زیاد بیشتر شده میره و حتی به این که در جنب شرقی مسجد میدانای کرکت و ورزشی ما بود، ما تلاش کردیم که جوانای ما اینجا ورزش میکنن، کرکت و فوتبال میکنن، میدان خاکی است و یا مریض میشن. متشبثین خصوصی ما را همکاری کردن که این چمنی بسازن و سبز بسازن میدان کرکت و فوتبال ها. ما میخواستیم اینجا کار کنیم، تبلیغی ها هجوم آوردن و ممانعت کردن، نماندن که کار کنیم. بالاخره از اینجا درگیری آغاز شد و تعداد از یا مشخص نیست، اکثریت از یا تابعیت افغانی ندارن، یعنی افغان نیستن، هویتشون مشخص نیست، بیشترش از پاکستان آمده، حتی لسان پشتو دری را نمیفهمن و میگن که تبلیغی هستیم. ولی تا جایی که ما میفهمیم تبلیغ کار خوب است، تبلیغی که بر رضای خدا باشه، تبلیغی که به سنت پیغمبر ما باشه، به خاطر دین ما باشه، این کار خوب است. ولی اینا این گروهی که جا آمده اینا شرارت پیشه هستن، یا از نام تبلیغ استفاده میکنن و به حدی که ورزشکارای ما را ممانعت میکنن، نمیمونن که ورزش کنن. وزارت محترم ارشاد و حج و اوقاف با حرمت گذاری به اصل حکم مقام ریاست دولت اسلامی افغانستان مسجد اصحاب کهف برای از اونا واگذار کرد. لیکن واگذار کردن نه به این معنی است که اونا برای دولت یک دردسر ایجاد بکنن. اونا در ساحاتی که ساحات فعال جوانا باشه اونا تعرض و تشبث بکنن. واگذار کردن به این معنی که اگر چند نفری به نام جماعت تبلیغی پیدا میشه امینجا مرکزیت باشه. ناگزیر که اونا در آخر رفتند و دیوار عتیقه و کهنه خود مسجد از هم پاشوندن. اونا بر تقریبا جایداد جوانای نهضت دیوار بسیار پیش بردن که ما در سروی خود و معلوماتی که بر وزارت دادیم همین چنین نوشته کردیم که در حقیقت تعرض بسیار آشکارا به اصلاحی از شدگی است. برای مسئول از او ما گفتیم که این مسجد مربوط به وزارت محترم ارشاد و حج و اوقاف است و ما مسئولش هستیم، جای ما به خود ما معلوم است. شما این قدر دیگره که پیش برده تقریبا تعرض و تجاوز کردی از جای خودتون، از جای ما تقریبا، از جای مسجد ما به جای بچهای نوزت جوانا، با اونا که چه دلایلی داشتن، دلایل خودشون به جایشون، ما اصل خود سروی خود نوشته کردیم، کتبی به مقام محترم وزارت مربوطه ما که ارشاد و حج و اوقاف است ارائه کردیم. ای که در لابلای از این وزارت محترم ارشاد و حج و اوقاف آیا به جماعت تبلیغی نیازمند است یا نیست، این کار مربوط می شود بر قضاوت ملت مسلمان افغانستان. ملت مسلمان افغانستان در عمر طویل و دراز خود علمای خود، خطبای خود همیشه به دوش داشتند. رهنمایی، ارشاد، قیادت، رهبری در همه اوقات از طرف علمای افغانستان صورت می گرفته. هیچ وقت علما نسبت به دعوت، نسبت به تبلیغ، نسبت به ارشادات ملت کوتاه نامدین، بلکه در همه اوقات اینا دست بالا داشتین و سیادتشون تا امروز ادامه دارد. بنا ان ما تو گفته میتونیم که وزارت ما به یا نیازمند نیست.
و در چوکات وزارت محترم ارشاد و حج و اوقاف اونا فعالیت هم ندارن. یک فعالیت بیرون مرزی از چوکات وزارت هستن. به این معنی که در چوکات وزارت اگر می بودن، در تفاهم با وزارت، در یک تبانی با خود وزارت اگر کارایشون یا پی می گرفتن، فکر می کنم که این مشکلات هم بروز نمی کرد و به وجود نمی آمد. یک زن در بدخشان توسط شوهر و خانواده شوهرش زندانی شده بود و هر روز به عنوان نان دادن علت میخورد، لاتکوب میشد، در حالی که این زن بیچاره و مظلوم در اون زمانی که زندانی بودی باردار بود. حتی یک طفل هم تولد شده بود در زمانی که او زندانی بود. اگر احیانا همین موضوع برای تلویزیون طلوع نمی رسید، برای طلوع نیوز برای ما نمی رسید، این موضوع هیچ وقت افشا نمی شد و او زن بیچاره هر روز توسط شوهر خود، توسط خوشو خود. و او امگام سای بو گپ ازی باقم داشته او غیر از او همی شوهر ازی که دیگه زن داشته و ایره همی خانواده ازی وادار به این میکده که تو یکان ارتباط کرد دیگه کسان باید بگیری به خاطر ازی که از او یک درآمد داشته باشه و این تن به او کار نداد، یعنی خود از ایره برای عرضه کردن برای مردم آماده میکردن. مقصد از ایست که حقوق زن در افغانستان ما پایمال است و هیچ کس صدای خود نمیکشه در این قسمت و یک دختر در پاکستان مرمی میخوره در اینجا سب کل گلونی ما پاره میشه موینا و وزیرای ما سب دعا میکنه که خداوند رو سلامت داشته باشه. اینجا که طفلای مظلوم و بیچاره و زنهای مظلوم و بیچاره بدون موجب به قتل میرسه، یک روز یک آدم نخیست که بدر بگه که ما این مسئله را محکوم میکنیم و کسایی که زخمی است بینیش بریده شده، گوشش بریده شده، برای زود دعا میکنیم که خداوند را زودتر شفا بده. و یک دختر پاکستانی به عنوان او هم 14 ساله است 13 ساله. خب ایره به هر صورتش ما مخالف از این گپ نیستیم، ما هم دعا میکنیم که خداوند زودتر او را شفای عاجل بده به خاطر از اینکه او یک سرزال مبارزه را شروع کرده بر علیه افراطیون. ولی این معنا نداره که تو در افغانستان بر از او مجلس بگی فاتحه بگی ختم قرآن بگی برو برای اولادای از این وطن ختم قرآن بگی، بر از او تعداد افراد از این کشور ختم قرآن بگی که هر روز توسط انتحار کننده پاکستانی خبیث کشته شده رئیستن، شهید شده رئیستن، ما را تباه کردن، اولاد ما را از ما گرفتن، پدر ما را، مادر ما را کل گیشه به قتل رسانده، برو بر از او یک ختم قرآن بگی. بیاین برادر در مقابل از این تو مردم ها که بیرحم هستن، در مقابل از اینا باید ما شما قطع علم بکنیم. خب زندانی کده او سیاسر چیره، حتی طفلش که تولد شده او هم چیست است؟ سوی بی وقت است نه؟ خب بی وقت هم تولد شده خود در سر زدن و کندن خود طبیعی است که یک کاری میشه. حالا اون مادر یک چیز بخوره که تقویش و اولادش تقویش نه او را نان هم نمیدادن، نه اگر از اون وقت اگر میداد او را ماینده انباقش میداد اونم به خاطر اینکه کدام چال مال زده باشه. هر چه زودتر باید این مردم گرفتار شود. اگر نه ولایت بدخشان خود خپ خود زده بود این مسئله. خوب شد که تصاویرش برای ما رسید. ما از تمام مردم از تمام مردم افغانستان در مجموع در هر ولایتی که زندگی میکنن خواهشمند هستیم هر نابسامانی، هر بیقانونی، هر مسائل را که میبینن لطفاً با ما اول بتن تصاویرش تهیه بکنن. یک خب بر ابتدایی ترین تصاویر مثلا میتونین که با تلفن های بسیار ضعیفتان میتونین که تصاویر بگیرین، ضعیفتان که از امو هم بگیرین برای ما روان کنین تا ما بتونیم چهره های کثیف از اینا را افشا بکنیم. تصاویر ببینین دوستا، باز در خدمت شما خواهد بودیم. چکده؟ های خانم رو به تنگیر زنگی بیاد گرفتیم. ما این موضوع را با نهادهای تشبیه که قماندانی امنیت و تاروالی اختصاصی مبارزه و خشونت علیه زنان
در بیرون گذاشت تا یک تیم کاری بروند در مورد چگونگی همین قضیه تحقیقات خود انجام بدن. خب مشکلات مردم و شاگردان مکتب علاودین، ساحه علاودین و بی بی مهرو که در قسمت مکریان سه و بی بی مهرو همی سرک میدان هوایی که رفته، اینجا دو روز بعد سه روز بعد یک نفر حتما موتر میزنه و همچنان در قسمت علاودین هم حتما یکی از شاگردار موتر میزنه، یک نفر عام موتر میزنه، به خاطر از اینکه در اونجا جای را وقتی که این سرک شاروال صاحب عزیز ما صاحب زحمت کشیدن جور کردن، در اونجا صاحب پیاده رو نداره، همی پیاده روی که باید اشاره ترافیکی باشه، پیاده رو باشه که مردم تیره بیر شد و در پولی ازی یک پول هوایی که پولای ناق ناق در اینجا شما پیش باقواش اگه جور کردن اون ناق نیست، کار میونه تو دار کار می لعوه میزنن در اون لعوه تجارتی هست این چیزا دارن ولی خبر چیدون گفتن در اون چی پیشی چی که هست باقواش خود اونجا کس بالا نمیشه، بالا پایین نمیشه، یک نفر در این زینه یک نفر در این زینه جایزه مانده اونا سم تیگه کار چی نگرفتن کار تاج محمد گرفتن سب تاجور هست، تاجور کار تاجور گرفتن، پیسه میگیرسد، فخری چی میگه برو دم بالا کار فخری هم که نفر خود میرسه و لوحه هست دو دفعه گرفتگی است اونم اونجا هر کاری کسه کسه کدم میشینن. خوب شد که پلیس سرحدی در اونجا کندک هست لوایش هست چیز وا دیده بود این مردم ها گیر کردن، ما را هم گیر کردن، نفر ها را هم گیر کردن، این مردم هایی که صاحب کار چی رو میکرد؟ غیر قانونی نه غیر قانونی کار سبزه رو میکرد و یا ممتو یا هم گرفتار شدن صاحب ها یا هم گرفتار کردن و هم گرفتار کردن. خب پل چی با درد مردم میخوره؟ این رو برای فساد جور کردین این پل؟ خب ببرین دو علاودین جور کنین، دو بی بی مهرو جور بکنین که چند نفر این مردم بیچاره و مظلوم هر روز که سرک تیر میشه این موتروان های مام که قدر چی دارن؟ اکثریت دیدوارا و اکثریت موتروان های ما موتردار های ما که در این راه ها میرن ادب موتروانی و دیدواری رو ندارن، در سرکی که مردم بیرو بارش اکسلیتر داده رئیس موتر تیستر که خاکبات که دیگه که یه خو نشد، یه خو انسانیت نیست، یه خو شرافت نیست، یه خو برای تو عزت نمیبخشه بجز از اینکه تو تیر شوی خاکبات کنی یا یک نفر قصدن بزنی غیر از اینکه مردم تو رو دو بزنه لعنت بکنه دیگه کاری نمیتاره و دریورهای ما ادب دریوری ندارن و دپولی از این ما خواهشمند هستیم که هر چی زودتر هر کمپانی که جور میکنه یک دانه برای علاودین یک پل هوایی برای شاگردای مکتب مردم آبرین درست بکنه، یک دانه در بی بی مهرو علاودین خواست فقط پیش مکتب سرای علاودین یک پل تقریبا با زینه زیاد هم جور شده، یعنی 3 متر چی از اون بر از اون پل میه، ولی شما باور کنین در ساعتا یک نفر از اون پل تیر نمیشه. او اکثر مردم امو ساعه میگه این پل میگه اکثرا پودریا میاد این پل میشینه و پدر خودم میزنه میره در جای پل. جای درست احیان چی نکرد و این سرک که وقتی که جور کرده بودن قرار شنیدگی که این باید دهلیزای زیرزمینی می داشت، یک پیاده روی زیرزمینی می داشت. پیاده اگه می راست بپرسی مرا بد نگوین، مرا بد نگوین، نقص خود ما مردم است. یعنی پلایی که در جای درست هم احیا شده مانده شده، یعنی مردم ما از اون پل نمیرین در بابای این سرک سای برو سو برو برو سو برو، یک ذره عدب شهر نشینی رو یاد بگیرین. خب به هر صورتش دوستای عزیز تصاویری داریم که گزارشگر ما تهیه کرده خدمت شما دوستا تقدیم میکنیم، باز در خدمت شما خواهد بودیم. اینجا سرک دارلمان است، در مسیر این سرک دارلمان تقریبا 4 مکتب در کنار جاده یا سرک موقعیت دارد که یکی مکتب حلودین است، لیسه حبیبی است، همچنان مکتب متوسطه کارسه و محمود طرزی است که سخ والدین شاگردای مکاتب شکایت داشتند که اطفال ما وقتی که به مکتب میره تا لحظه که بر میگردن ما با تشویش هستم که اینا چیگونه از سرک میگذرن.
و در این قسمت در این مسیری سرک یک پل هوایی در قسمت سرایی علاودین ساختمان شده که شما باور کنین ساعتها در او پل انتظار بکش ولی کسی از او پل رفت آمد نمی کنه. ولی جایی که باید پل احداث می شد که شاگردای مکتب از استفاده می کردن، بخصوص مکتب علاودین که اطفال خردسال در این مکتب هستند، در اینجا کدام پل نیست. شما تصاویر خود به چشم سر مشاهده کردین، دیدین که اطفال چگونه پراگنده از این سرک رفت آمد میکنن، یکیشان به یک طرف یکیشان به یک طرف، که ما با این ارتباط نظر مدیر مکتب علاودین داریم که ببینیم شاگردای از ما با چی مشکلات مواجه هستند. همچنان تعداد از شاگردای مکتب که از این سرک رفت آمد دارن، مصاحبه های اونا را خدمت شما نشر میکنیم ببینیم که چی مشکلات دارن. آوانه که این سرک هنوز سرک دو یک سرکه بود که هنوز چهار سرکه نشده بود. در وقتی که نو کار از دارلمان شروع شد، من پیشنهاد کردم به ریاست شهرولی کابل از طریق ریاست معارف شهر و از طریق وزارت معارف که این سرک در حالت جور شدن چهار سرکه است و ایجاب از این میکنه که هر روز یک خطر ترافیکی در اینجا مواجه شدیم هر روز و واقعا همین رقم بود. و پیشنهاد از طریق ریاست معارف شهر و وزارت معارف ما پیشنهاد روان کردیم به شهرولی. بعد از تقریبا دو ماه بعد برای ما جواب آمد که ما یک پل در سیرایی علاودین در نظر داریم، ما دیگه ایجاد کردن نمیتونیم، داست پل در پلان ما نیست. همین سال از همین سر سال یک طفلک صنف سه ما در همین سرک موتر زد شهید شد و یک بچه ها که صنف پنج موتر زد منطقه پایش یک کم جراحت حاصل کرد، فضل خدا او چی نشدم، یک دخترک شهید شد. من به من حیث یک شاگرد مکتب از دولت تقاضا دارم، به خاطر که ما از این سرک بسیار مشکل داریم، همچنان یک سنفی ما که از این سرک تیر میشد جان خود را به حق سپرد. ما همچنان از دولت تقاضا داریم که همین موترایی که از اینجا تیر بیر میشد باید به بسیار سرعت آستا تیر بیر شود، به خاطر که ما نمیتونیم درست از این سرک تیر بیر شویم. و همچنان از وقتی که دروازه نو به مکتب ما تهیه نمودن، ما از اینجا درست میتونیم عبور مرور کنیم و تمام مشکلات ما رفع شده سازن. و ما از این سرک بسیار مشکل داریم و نمیتونیم از اینجا تیر بیر شویم. پلی که چند وقت پیش در سیرایی علاودین ساخته شد و بعد نزد مکتب ما ساخته می شد، چون همیشه اگر ما بتونیم از این سرک تیر شویم خوب ما هوشیار هستیم، مگر دفلای صنف اول دو سه چه قسم از این سرک تیر شده بودن، باید این پل در نزدیک مکتب ما می ساختن. من از دولت تقاضا دارم که به ما یک پل هوایی بسازه تا که ما رفت و آمد کنیم. صاحب غصب زمین های قصبه توسط کوشینماهای بلند منزلدار، شما خبر دارین دوستای عزیز که آله؟ خوب برادرای کوچی ما برای ما معلوم است در هر جایی که هستن آرام باشن آباد باشن، ولی بعضی کسای دیگه به عنوان کوچی میان در بعضی جای ها استفاده میکنن، استفاده از نامشان میکنن و یک قماندان یک کسی را پیدا میکنن او باز پشتیبانی شو کدی سلاح و چی حال است این مملکت؟ ما چی میگم؟ یک پروژه بسیار خوب میگم کمشم من میگم هم گانسا در اونمو صاحب به هیچ عنوان کس رفته نمیتونه، تمامشان مثلث میگه خلط. حتی من میخواستم که برم گزارش تایید کنم، مرا اجازه ندادن که در اونجا نرو، در اون ساحه نرو، یعنی اوزان به تنهایی خود جرات نمیکنه برای در اون ساحه. خلاص خیلی قانون یا اونا کوچی نیستن، امروز خیمه خود میزنن بر صبح بی خشت پخته بالا شده. راست میگی راست و قراره که شنیده بعضی خیمه هایش هستن که اصلا طفل و سیاسر و زن در اونجا نیست، فقط نفرات این خیمه را از اینجا میکنه اونجا میزن اونجا که جور کد ساحه را میگرن. مقصد غصب کردن زمین است که به چی عنوان غصب کرده بریم ما زمینه؟ به عنوان کوچی، به عنوان پولدار، به عنوان سلادار، به عنوان حکومتچی، به عنوان کلش میفهمیم، کسی به عنوان دیدیشی و کسی به عنوان همه چیز سر مقصد زمین غصب کرده برین و اونجا مردم سر صدایش برآمده، اونجا قبرستان های مردم هست، حتی قبرستان های مردم ها گرفتن یا چور کردن بدر اونجا خانه جور کردن و بلند منزل جور میکنن از قبیل گپا. آیا دولت در این قسمت خبر داره نداره؟ در این قسمت کدام حرکتی انجام داده یا نداده؟ یا بان که هر کس دلش هر رقم که کت بکنه دیگه کدام گپی نیسته نی باز قانون سر غریب تطبیق میشه. خب بر صورتش گزارشگر ما تصاویر تهیه کرده در این قسمت که توجه شما را جلب میکنیم به این تصاویر.
اینجا ساحه پلانی برای ساخت حدود 180 بلاک رهایشی در منطقه خواجه‌رواش است که در حال حاضر از سوی شماره به گونه همه روزه غصب می شود. هرچند گفته می شود که شماره از این خیمه نشینان در موافقه با وزارت امور شهرسازی در مناطق خارج از ساحه پلانی جابجا شده بودند، اما به گفته مسئولان وزارت امور شهرسازی اکنون این افراد با حمایت شماره از نمایندگان مردم در مجلس در ساحات پلانی دست و ساخت خانه ها می زنند. آنها نه کوچی هستند و نه به کدام وکیل محترم پارلمان وابستگی دارند. متاسفانه که اونها زیر نام کوچی و زیر نام وابستگی و یا دفاع از این که وکیل پارلمان یا وکیل صاحب پارلمان از با میکنه تعداد از پرسنل ما را تهدید میکنند. در سایه قصبه که شما میگین در هنجا یک بسف زمین ها من ندارم و نه قوم و ولس ما هم نیست. همون سمت خیرخانه هست نمیفهم کی هست. یک تعداد کسا در امی ساحه خانه های خود سره ساختمان میکنن، اما این مسئولیت ریاست های محترم اسکان و طرح پالیسی مسکن است که وظایفی که برشان جناب وزیر صاحب سپرده بود باید انجام میدادن و باید هم انجام بدن. دوستای عزیز، پیشتر نکمه که تبصره کردیم سر کشتن دو تا طفل یک سرباز در ولایت غزنی که او دو طفل زمانی که پدرش کدی موتر خود میاد پیش خانه و کدام چیز یادش میره فکر میکنم یا کدام سودا یادش میره، این بچگه که 18 سالش تقریبا هم خوارکشم ابشیرگکشم کدیش بوده که 4 ساله 5 ساله بوده، ای گفته والا فلانی چیز یادم رفته، سرباز گفته خیمه میرم بازی گفته خیمه پدر ما میرم این وقتی که در موتر سوار میشن یک 20 قدم 50 قدم پیشتر که میره که دو تا موتورسیکل سوار 4 نفر مسلح منسه ضربه میکنه سرزی، اول طفلک خرد ترک و دخترک به قتل میرسانن، بازی بچه 18 ساله ازیرم سب رگبار میکنه که سرباز وقتی که فایر میشنه که میدوه سر از یا که وقت بار زده خویی هم یک تفنگچه داشته دیگه تو اماش دمرمی که داشته که از جا شروع کرده مبارزه را زدن از بالاخره یا گریختن. ولی در بین شهر غزنی آیا اینجا قماندانی امنیت پلیس امنیت چیزی هست که هر کس هر چی دل شد؟ چند وقت پیش سارانوال ولایت غزنی را ترور کردن، چند وقت پیش رئیس شورای ولایتی غزنی را ترور کردن، چی رقم هم میاد؟ در شهر غزنی چند وقت باز انداخت شده بود ایتو جنبندی که بگو سید احمد مکایی در اینجا بله چی رقم هست؟ این گپ شده نمیتونه که بیاد تو مردم بکش و برو و سنهش هم کس نمیخونه. در اونجا سنهش کس نخوند، آخر مجبور شد و بیچاره این در کابل آمد که بیادر اولادای مرز زدن در پیش چشمش زدن. خب بیا تو اولاد تو رو ما در پیش روید گفته فخری صاحب یک سیلی بزنم که تو مرا چی چور میکنی؟ خب فکر کن که اولاد خودتان هستن. خب به هر صورت شما تصاویر ببینین، باز در خدمت شما هستیم. طالبا آمده بودن 4 نفر بودن در موتورسیکل، زمین نزدیک موتر که رسیده بودن در مسافه 1 متری موتر کلاشنکوف گرفته، ولی مو طفلک مرا مو دختره که مرا شهید کرد که 4 ساله 5 ساله بود، برزم بشگه که ما که سندی 18 ساله بود سنف 11 مکتب بود او رو به شهادت رسانده بودن. واقعا درد دل ما بسیار رسید که ولی صاحب از یک مجاهد خود پرسان نکنه دیگه، از دیگه مردم ها چطور پرسان خواهد. برای ما هیچ ولی صاحب امروی ما هیچ تماس نگرفته و هیچ همکاری هم امروی ما نه. او بیرحمی را که امروز گروپ طالبا در مقابل اعضای فامیل سرباز زلمه از خود نشان دادن باید محکوم شود. باز خوش آمدیم. اینا به خاطر دوستا ما این موضوع را چی کردیم که اونا شکایت کرده بودن که شما یک جانبه قضاوت کردین. ما قضاوت ما بدر یک جانبه نیست، واسه کارمندا یکی باشه جانبه نداره و ما دوی کدام قضاوت فلان شریک نه قاضی سیم نه مفتی سیم. ما قضاوت نکردیم، ما مشکل ماموری ما داخلی داره، داخلی داره شکل کلگی فکر یک طرف است. این صاحب استور من دختم اینال وزارت اینال بین خود جور بین کارشون جور آمدن و وقت جور آمدن بدر بین خود وارا جور بزور جور میاریشن تو نفر زارخور اینجا سه. خب برصورت دوستای عزیز ناگزیر هستیم با شما خداحافظی بکنیم، در لحظات آخر برنامه خود هستیم تا برنامه آینده که باز در خدمت شما عزیزا قرار میگیریم، به خاطر که ما یک جای دیگه هم رفتنی هستیم. تک تک شما عزیزا را به خداوند یکتا میسپاریم. شاد خورم سر حال باشین، هفته خوش براتون آرزو دارم، خدا نگهدار شما.
سلطان شهر تاجی نصرک انداختی شما خودتان خواه رفته بودید خواه رفتیم ما فکر میکنیم منتظر هستیم خود که ما را بیدار کنیم که کدام تقریر نامه دیگه آمد بری ما شاید بیا سلطان شهر گفتن میاریم گفتن میاریم سعی تاج ما را سعی بانینده سریم او برسی پکه کو او بچه سلطان بله چی نوشی جان کردین؟ خواب میه زیاد سرتان بله قدر کار کردیم که باید خواب شو میدیم وقت خواب پیدا نمیشه که ما باید خواب شو او بچه تو برو سعی کن که مردم کار میکنه یا نمیکنه خو یک دفعه برو که سعی کار میکنه یا نمیکنه مره نه کجا میبری من نمیتی خودی ما بیتی سعی کن که مردم کار میکنه یا نه سلطان اینه می رقم خودت کار میکردن اینه می آوی که کلش کار میکرد کلش کار میکرد سلطان خوش آمال شدیه او بچه سعی که تقدیرنامه دیگه ناوردن گفتن میرن امروز چهار تای دیگه صاحب وعده کرده بودن تقدیرنامه گفتن خب. اونتا گپ شان سعی من نفهمیدم سلطان ما شاید بیاین گل مقال کشته اونجا یک ذره گل مقال چی گپ است سلطان همین چیسته یارا بگی که کس نفیه حق دارم که داخل شو ما چی کار است سعی کیاس کیاس رئیس رئیس بفرمایید نه بالا این خواهش میکنم رئیس یالا پاس به ما سیده بریم رئیس باز کجا میبیال یه رقم خونه میشه از پشت دروازه مردم طرف و طرف سلطان شاه سلام علیکم سلام علیکم سلام شاه چطور شناختی می تا شناختی می باز کدام تای دیگه بره ما ورده من رئیس عمومی اتحادی ملی و بین المللی بلند منزلای غیر قانونی شهر هستم قسم خبر دارین چند وقت پیش براتون یک تقدیرنامه تفویض کرده بودم بله خیر ببینید به خاطر امنیت رهبری اتحادی ما تصمیم به این گرفتن که امور جناب سلطان شاه اگر آزرده نمیشه امور واپس کنه به ما خدا کنه که فامانده تا نصب باشیم شما را منظورتان چی؟ نفهمیدیم گفتن گفتم اتحادی ملی و بین المللی غاصبین زمین و بلند منزل ها به این تصمیم شدن یک جلسه اضطراری گرفتن اگر یادتان باشن چند قبل یک تقدیرنامه طلایی را برای شما تقدیم کردن بله بله طلا بود خیلی تشکر خانه تان آباد جلسه این دفعه دوق رئیس یک دفعه گپای ما تمام نشد بفرمایید یک جلسه اضطراری دایر کردیم با شمول دو نهاد بلند منزل های غیر قانونی و اتحادی ملی و غیر ملی و بین المللی غاصبین زمین با این نتیجه رسیدیم که امو تقدیرنامه ای را که به شما کمو چند قبل تفویض کرده بودیم از طرف این جانب امو را دوباره واپس کنین و آزرده و خفه نباشین من بعد شما را سلطان این شهر نه منام خب هرچی که پیش خود ما شاید تقدیرنامه خودم میخوام چی؟ آیسته؟ من شما را کنم جای دیدیم اتمن دیدین بله من رئیس ملی و بین المللی اتحادی بین المللی و بین المللی غاصبین زمین هستم خب آمدی پس پشت تقدیرنامه بله همون تقدیرنامه بده تقدیرنامه شه بده بگی برای بگی گشنه من گشنه بگی گشنه یه چیز گشنه برو برای مرا اصلشه بده اصلشه بده اصلشه سلمی کپیز اصل نیست او خود چی تلا دار اینمی اصلش هست میگیری بگی نمیگیری برو ارجم اصلش هم اگر پیش شما باشه ارجم که عریضه میکنی دستت خلاص من عریضه نمیکنم من رست بره 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 تقدیرنامه خودت بیا بره بره تو بره 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 تقدیرنامه فقط ما کم داریم سعی کن که یک موترش خانه بردیم سلطان راستی کم شده چی میگی؟ چون پنج تا مونده
تو کلش بهتم سلطان نمی بی 52 رخ کسانه تو ای وش کنی که کسانتی یار دیگه کو یک رقم کو یگان جو ایدت میگه نیست یک نسال بو یا یگان جو چیده بر سبب نور بیار الا الا سلطان تیز به تیز 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 آفرین هر سلطان ما دیگه دیگه استاپ شد کسره نمیت آشه آشه استاپ استاپ او بچه دیگه مونو نتا چی سو استاپ دیگه مونو یعنی که ما دیگه تقدیر نامه نتین عجب خاطر نباشه سلطان به نظر من دو مونوش خوب است ولی تو نشه که مردم بیای بگی که ما دیگه تقدیر نامه نمیتیم تا استاپ هم نشه تو که پس ببرن نتا خوب است خیلی بیا که یک سیادگاری بگیدیم که دیگاهشو نبرن استاپ چی شده دیگه؟ رفت خوب برو بلن در پسش کده خیلی از اینجا خونه داری نه؟ نه اصلا فوتی کپی نه خوب کدی نجس از اولم تو گوش نبود آوترش آوترش بیا که یک سیادگاری خوبا چه یک پکام نکدی روزا خواب کردیم سی سلطان تقدیر نامه رو نبرد دفعه بیدیم آه آه بچه اگه بردن دیگه این رویز چاکی رو بدن کجا ببرم نمیبرن نمیبرن از کلی شدار بی 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 اون دور رو ندیگه سرم او اوتلا رو که اون رو بازی دادیم شیش دادیم اکاس اکاس یک یک دو سه